بابا ولمون کنید، به قرآن مسخرمون کردید. یعنی چی؟ دست دست، حالا دست دست، چه دغدغه چرتیه محمد علیزاده. یه جایش ولی خندم گرفت از این متن، اونجاست که میگه دیدی گفتم تو رو حتما میگیرم. سلام و درود به شما عزیزان همراه با رسانه موزیکلند، حالتون چطوره؟ من علی حسین پورم، برگشتیم با یک برنامه دیگه. اگر یادتون باشه چند وقت پیش برنامه داشتیم که یه سر زدیم به رادیو جوان که ببینیم از کدوم کاراش، چند کار اخیری که منتشر کرده بودن، چند تاشون توی سلیقه من هست و چند تاشون توی سلیقه من نبود. خیلی استقبال کردید، درخواستا به این صورت بود که بریم و دومیش رو هم داشته باشیم، بخش دوم رو هم داشته باشیم و شاید هم ادامه دار باشه این برنامه، خدا رو چه دیدی. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، لطفا اگر کانال یوتیوب رسانه موزیکلند رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. اینجا با موزیک سعی میکنیم که از موزیک لذت ببریم، کارها رو بررسی بکنیم و خاطر بازی داشته باشیم. دمتون گرم، به رسانه موزیکلند خیلی خوش اومدید. موزیکلند، رسانه اختصاصی موسیقی ایران. بریم به سایت رادیو جوان و ببینیم که کارهایی که جدیدن منتشر شدن چه کارهایی هستن، با هم دیگه بررسیشون بکنیم و در موردشون حرف بزنیم. اولین کاری که اینجا میبینم ساسی، مامان منو ببخشه، بازش بکنیم. فقط قبلش بگم احتمال داره به خاطر قوانین کپی رایت ما مجبور بشیم بخش خیلی کوتاهی از موزیک ها رو پخش بکنیم، یا شاید اصلا نتونیم پخش بکنیم به خاطر اینکه این اجازه رو به ما نمیدن. به هر حال بریم از کار اول ساسی، مامان منو ببخش شروع بکنیم. مامان منو ببخش، ترانه و ملودی خود ساسی و تنظیم هم حتما از برادران منوچهریه، به خاطر اینکه حال و هوا همون تنظیم برادران منوچهری. حالا به خاطر پارسال فکر میکنم واره سر تهران توکیوی ساسی ممنوع شدن که دیگه حق همکاری با ساسی رو نداشته باشن، ولی خب الان میبینیم که اون همکاریه، حالا بدون اینکه اسمی ازشون برده بشه، ادامه داره. به هر حال کار مامان منو ببخش مثل همیشه خود ساسیه، یعنی یک نرمالی داره ساسی و همیشه روی اون خط داره حرکت میکنه، تکراریه. یعنی اگر ما آهنگ دکترش و آهنگ تهران توکیو و آهنگ نمیدونم همینجوری کارهای پشت سر هم روی این تمپو رو اگر بذاریم کنار هم دیگه، هیچ تفاوتی درشون نیست به غیر از کلام. توی این کار هم مثلا توی بخش متنش یکی دو تا جاش برام جالب بود، نه اینکه بگم قشنگ باشه، جالب بود. یکی اونجایی که میگه من براش سلنا گومز بودم، اون بهار رهنم و دوستاش، پارادوکس خیلی باحالی بود. اونجایی که از صدای مهران مدیری استفاده شده بود خیلی دوست داشتم، به عنوان یکی از طرفدارهای پروپا قرص سریال قهوه تلخ، از صدای بله گفتن شخصیت بلوتوس توی قهوه تلخ استفاده شد، جالب بود برام و بدم نیومد ازش. و اینکه کلیت کار ملودی توی یک جاهایی یادمه توی یکی از کارهای ایکس بند شنیده بودم، چون کارهای ایکس بند هم ترانه و ملودیاش کار خود ساسیه، این اتفاق افتاده. کاره رو میتونم توی مهمونی اگر یک جایی باشه که مثلا نیاز به رقصیدن باشه، میتونم توی اون جمع یا توی اون فضا تحمل بکنم کار، ولی کاری نیست که توی سلیقه من باشه. خب بریم کار دوم، چرا تو جنگی؟ البته نه، اصلا این کار رو بررسیش نکنیم، انقدر کار افتضاح و
درب و داغونیه، چون کارو شنیدم، انقدر افتضاحه که حتی ارزش صحبت کردن در موردش هم نداره. کاری که شادمهر عقیلی اجرا کرد و هیچ اصلا ارزش نداره در موردش بخوایم صحبت بکنیم، وقتمون رو تلف بکنیم. علیرضا جی جی یک چیه؟ نه بس این کارهای مزخرفی که اصلا نمیتونم تحملش بکنم توی سلیقه من نیست. بریم آهنگ کیمیا که همخونی کرده بود با دنیا دادرسان به اسم دوتایی. یه استوری گذاشته بودیم توی موزیکلند که این کار رو داشتن اجرا میکردن توی یه کلابی بود توی ترکیه و بسیار هم داشتن فالش اجراش میکردن. اون استوری ها رو منتشر کردم، اونجا این کار رو شنیدم. حالا نمیدونم متن کار چیه، حالا یه مرورش بکنیم. ملودی خوبیه، اجرای پرتوانی نیست، ولی ملودی خوبیه. ترانهه خیلی معمولیه، یه خط خوب داشت که میگه انگار پیش تو دلم آتیشه، چشمام هر روز به بهونه تو وامیشه. فضاسازی قشنگیه، مشکلی باهاش ندارم، که هیچ، خیلی دوستش دارم، قشنگه. ولی بقیه ترانه نه، حس و حال خاصی نداره. مثلا با همه بد شو بمونیم خودمون دوتایی، همه رو به اسم من صدا کن اشتباهی، بخون از چشام همین حرفای بی صدا رو، همین عشقی که قفس میکشه دور ما رو. بد نیست. چشای تو وا شد منو دیوونه ترم کرد، یه حس قشنگی همه دنیامو بغل کرد، من که شدم تلسم تو، بگو به من حس تو، کی بلده منو مثل تو، مگه میشه تش اضافیه. اون دوستی که این متن رو نوشتی، شاید بگم این ترانه رو نوشتی، یه خط خوب داری، سه چهار تا خط نرمال داری و کارت با ارفاق قبوله به عنوان یه کار معمولی. و اینکه بقیه کار نه، چنگی به دل نمیزنه و توی سلیقه من نیست، کاریه که هیچی نداره برای ارائه کردن. بریم بارون از بهنام بانی، ببینیم توی بارون چه خبره. ترانه کارن موسوی، موزیکش هم از حامد برادرانه، ملودی و تنظیمش ساخته. ترانه ضعیفه، پراکندگی عجیبی داره توی ترانه، بالا یکی دو تا لحظه شاید بدی نیستی توش هست، ولی راه افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوام باشم به جامون. دستات واسم مثل چتره، عطر موهات خوشبوترین عطره، تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطر قطره. نه نپسندیدم ترانه رو، ولی خب اون فرم همیشگی اجرای بهنام بانی که همیشه یک استانداردی توی اجراهاش داره و توی انتخابهاش داره، اون استاندارد تقریبا رعایت شده، ولی جز ترانه هایی نیست که بهنام بانی خوب انتخابشون کرده. ترانه خوبی نیست.
نه توی سلیقه من نیست، ولی شاید برای یک بار دو بار گوشش بکنم. اینم که هیچ، مطمئنم خوشم نمیاد قسمت من. فکر میکنم سری قبلی بررسیش کردیم علیرضا جی جی قسمت من رو. الیسه تو باشی، ببینیم این چی میگه. پس چرا الیسه یا الیسه؟ آشه اسمه یکیشون النازه، المیرا، الیکا، سه نفر هم هستن. خب بریم روی ترانه و شروع کنیم. این روزا یه حس عجیب و خوبی بینمونه، من و تو و یه خدا که همیشه پشتمونه. اگه خدا همیشه پشتتونه، پس چرا میگه این روزا یه حس عجیب و خوبی بینمونه؟ نمیدونم. بذار بدونن تا دور بمونن همه حسودامون، با تو رد میشم من از هر چی سختی روبرومه. بدینی این خطش، ولی در کل نه، یک نه با تردید شاید نسبت به تر. حالا یه ذره یه چارچوب لوسی داره که توی کارهای قبلی اون چارچوب لوس هم تازه رعایت نشده بود. این که میگم نه، دلیل دارم براش، به خاطر اینکه خب شاید بگید که چرا به همه چیز میگی نه. چون ببینید یک ترانه باید انقدری قدرت داشته باشه، ترانه خوب انقدری قدرت داشته باشه که توی هر لحظهش تو رو حالت رو دگرگون بکنه، هر لحظهش برات یک سورپرایز داشته باشه، توی هر لحظهش یک بازی با کلمات خوب داشته باشه که به اون بگی یک ترانه خوب، یک ترانه دلچسب. ولی ترانه ها الان همه همینن، یعنی فقط مثلا جای او یه چیزی و یه روزیش عوض میشه. تو عشق منی، تو جون منی، همه زندگیم فقط تو، 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 فقط تو، همش همینه. یعنی نداریم ترانه، کم داریم که ترانه حرفی برای گفتن داشته باشه، یک ترانه یه جوندار پدر مادر دار داشته باشه. واسه یه همینه که من هر ترانه ای رو گوش میکنم میگم که نه، این رو، این به دلم ننشست یا دوست نداشتم. دلیلش اینه چون همه کلیشه و همه تکراری هن. تا 100 سال دیگه هم همینا رو میخوایم بنویسیم دیگه. من و تو با هم دیگه خوشحالیم، من و تو نمیدونم. خب یک ذره باید این خوشحالیه رو با یک سری واژه آرایی های دیگه نشون بدی. باید فضاسازی هامون رو باید عوض بکنیم، از این کلیشه های مزخرف باید بیایم بیرون. البته که در مورد این کار، این کار باب سلیقه من نیست، ولی این رو دارم کلی میگم، این رو دارم به خود خودم میگم، از این کلیشه ها بیایم بیرون. بریم آرتا کجا داری میری؟ بریم چی میگه؟ کجا داری میری؟ بیا بشیم باز مال هم، من میشم اون آرتای قبل، ما شدیم کارمای هم. کجا داری میری؟ خیلی خسته نباشید، میگم خدمتتون، امیدوارم که کمر کسی زیر این کار خم نشده باشه. چه کاری؟
والا اینا طرفدارم دارن ها، اصلا یه چیز عجیبیه. حالا کار به خودشون ندارم، طرفدارای اینا رو باید فقط ازشون پرسید آقا شما از چیه این کار، از چه چیزی این خوشتون میاد آخه؟ نمیدونم نمیدونم. بریم گرشا رضایی، چش تو چش. اسم کار که چنگی به دل نمیزنه، چش تو چش. هادی زینتی ترانه حامد برادران و همین دیگه، حامد برادران، هادی زینتی. فکر میکنم ملودی هم احتمالا کار خود هادی زینتی باشه، چون معمولا ملودی کارها رو هم خودش میگه. خسته نباشین، خیلی کار تاثیرگذاری بود. سلام عشقم چطوری تو؟ دیدی آخرش زدم قلبتو بردم. چشم رنگیت روبروم خوب تا همین الانشم نمردم. تو چه جایی چه شبی من به تو خوردم، با تو پلی‌آف خوردم بنده خدا به هم دیگه. اومدی تو دلم دلم، قربون تو برم برم. خوب میدونی بگم نگم که من گلم، دوست دارم. دست دست حالا دست دست که من گلم دوست دارم. فکر میکنم اگه از واژه کلیشه‌ای استفاده بکنم برای این کار خیلی کلیشه‌ایه. نمیدونم، فکر میکنم 7 ثانیه همچین نوشته ای زمان میبره. 7 ثانیه فقط باید بنویسیش پشت سر هم. خیلی چیز بدی بود. نه اصلا نمیپسندم همچین چیزی رو. انقدر این متن بده که حتی من به شخصه، چون که من دارم سلیقه خودم رو میگم، من به شخصه انقدر این متن رو بد میبینم. سلام عشقم چطوری تو؟ داری انشا میخونی یا نامه نوشی اسمس داری میدی؟ چی کار داری میکنی؟ انقدر بده و نمیتونم گوشش بکنم که حتی به ملودی و تنظیمش هم نمیرسم که بخوام روش بهش نظر بدم. میزنم میره، چون از دیدگاه من همچین کاری افتضاحه. بد هم نیست، افتضاحه. فرم توی افم قبل از مجوزه، قبل از اینکه مجاز بشه. کار اولا تنظیم مسعود جهانی، همون چیزیه که مسعود جهانی هست همیشه. یک بیتیه که به کیکو سایدرام و همین یه ریتمی میکوبه و یه سری کلمات هم روش خونده میشه. بعدم نمیاد از اینکه توی افم برگرده به دوره قبل از مجوز گرفتنش. اما متنه چیزی نداره که نه که بخوام باهاش مخالفت جدی داشته باشم، نه کار جدی نیست اونقدر. کار برای فضایی ساخته شده که به قول گفتنی هد بزنن اون کسایی که اونجان. و اصلا متنت برای اون کسایی که همچین کاری رو گوش میکنن مهم نیست که چی باشه، مهم اون تنظیم است. و حالا یه جایش ولی خندم گرفت از این متن، اونجاست که میگه دیدی گفتم تو رو حتما میگیرم.
انگار به بقیه مثلا چیز کرد، به بقیه قول 100% نده و گفته او شاید بگیرم ولی تو رو حتما میگیرم. بریم ساتین، شب بخیر. شب بخیر چاکرین. شب بخیر ساتین، ترانه و ملودی خود ساتینه و تنظیم میلاد باران. تنظیم که باز هم چیز خاصی نیست، ترانه چیز خاصی نیست، ملودی چیز خاصی نیست، اما توی ترانه حداقل یک خط خوب پیدا کردم. اونجا که میگه وای بوی عطر تنت کور بشه دشمنت، یه شب بدون شب به خیر من بخوابی کشتمت، این خوب بود. یعنی توی این فضا اون استفاده از اون واژه ها و اون کلمات و اون جمله مناسبه. جلوتر میاد و میگه من ماه خواستم نه ستاره، این بیشتر از رفاقته، یه وقفه یه ساعته یه دنیا دلتنگی میاره. این هم خیلی خوب بود. به عنوان کسی که ترانه سرا نیست، همچین چیزی رو از ساتین بشنوم باید بهش آفرین بگم. این دوتا بخش، بقیهش هم چیز خاصی نداره، یه سری کلیشه های تکراریه که به ذهن هر کسی میرسه بنویسه. نوشتنش اصلا کار سخت و عجیب غریبی نیست. ملودی هم به همین سبک، ملودی هم دنبال یک چیزی بودن که فقط شنوندش رو برقصونن، همین و نمیشتن. شب به خیر کاری هست که شاید یکی دوبار گوشش بکنم. بریم آرون افشار، ثانیه وار. چه اسمایی انتخاب میکنی؟ ثانیه وار. ثانیه وار، ترانه شقایق امیرعزودی، ملودی خود آرون افشار و تنظیم معین راهبر. این کار به لحاظ ملودی، به خاطر اینکه شبیه ملودی هایی، چون قبلا آرون افشار کارهایی که اجرا می کرد با یک مایه هایی از موسیقی ایرانی همراه بود توی ملودی ها، ولی توی این ملودی خودش ملودی سازی کرده، یک ملودی متفاوت از چیزهایی که در گذشته اجرا میکرد. واسه همین خوب بود، پسندیدم ملودی که اجرا کرده بود. اما در مورد ترانه، دل من ثانیه وار فکرت بی اختیار. خانم شقایق امیرعزودی عزیز، من یادمه توی آلبوم حواست به من باشه رضا صادقی، اسم شما رو آوردم اگر اشتباه نکنم، یا توی اون آلبوم بود یا آلبوم سحر بود، دقیقا یادم نمیاد، اسم شما رو آوردم و بهتون تبریک گفتم به خاطر قلمتون و گفتم که شما آینده دار خواهید بود، با اینکه کارهاتون رو گوش نکردم. ولی کن خانم امیرعزودی عزیز، دل من ثانیه وار فکرت بی اختیار، یعنی شما با دلتون فکر میکنید. من خدازارم ولی پای عاشقی بذار، گوشه ای از قلبم و تا ابد دادم به تو، دل بریدم از همه تا بشم پابند تو، باید از عشق نگاه تو شهر رو به هم بریزم یه تنه، باید به آسمونا بگم چشمای تو فقط مال منه، اینو به کل دنیا میگم عشق تو سهم منه. ترانه بسیار ضعیفه، اگر بخوایم خیلی بهش ارفاق بکنیم میگیم ترانه ضعیفیه، هیچ لحظه خاص و قشنگی نداره و
هیچ کردیتی نمیتونم به ترانش بدم. بریم اکس بند حلقه. بعد اصلا نمیدونم، فقط دنبال اینن که توی یک فضای مردم رو برقصونن. هیچ تفکری توی کارتون نباید باشه، فقط صرفا یک موزیک 6 و 8 ساخته میشه، کلام که اصلا ظاهرا براتون مهم نیست، فقط یک موزیک با ریتم 6-8 ساخته میشه که بازار هدفش مهمونی هاست، مردم بیان برقصن خودشونو خالی بکنن. توی اون فضاها هم اصلا کسی فکر نمی کنه که چی داره میشنوه، فقط به اون ریتم و کیکه دارن فکر میکنن و بده. نمیتونم اصلا همچین کاری رو تحمل بکنم، به خاطر اینکه مثلا هیچ آنی نداره کار، هیچی. اما ما خوش بدیم ببینیم هیچی میگه، یعنی یه کار خوب نباید منتشر بشه خدایی. کار ماه ما رو پسندیدم، ولی باز هم توی کلام یک سری ایرادات هست که نمیشه چشم پوشی کرد. میگه بیا بریم یه جای دور، اونجا که خبری از رفتن نبود. اینش بده. کار بدی نیست توی نگاه اول که دارم میبینم، کار بدی نیست و میتونم شاید یک دو بار سه بار گوشش بکنم و بعد تصمیم بگیرم که این کار به دلم میشینه یا نمیشینه. معین فقط تو، دوستانی که ندیدن برنامه فقط تو، عزیز تو، جیگر تو، حتما برم ببینم. و شاخ نبات، مسیح، آرش. ترانه ملودی خود مسیح و آرشه، تنظیم مسعود جهانی. شاخ نبات، مسیح و آرش. ترانه بدی نیست. ببین زده به گلمون گرگ، بعد رفتن تو برمون مرد، غم سوزون چایی و باغ و سیل تو تو رو با ماهیا برد. فضاسازی باحالیه. ببین زده به گلمون گرگ، بعد تو برمون مرد، بعد رفتن تو برمون مرد. کاری که میتونم دوستش داشته باشم، باید یه چند باری گوشش بکنم، اگر از توش باگی پیدا نکنم کاریه که برام میتونه جذاب باشه. بعد از مدت ها مسیح و آرش یه کاری داشتن که به دلم نشست تقریبا، ولی حالا میگم دیگه. ولی اینجاشو بگم، میگه این آخرین قرار من بیقرار، اگر تو نیای میمیرم، اگه نیای تو سر قرار میمونه یه عمر تو سینم. خب اگر سر قرار نمیاد، تو هی داری میگی رفتی تموم شده، و دیگه قرار گذاشتنت چیه؟ اینها رو باید دقت بکنیم. توی ترانه‌ای که می‌نویسیم اینا باگ محسوب میشه، میتونم ازش چشم‌پوشی بکنم، ولی باید
کار رو چند بار دیگه گوش بکنم که ببینم توی پلیلیستم قرار خواهد گرفت یا نه. کار رو توی نگاه اول دوست داشتم. بریم مجید رضوی، طلا. طلا، مجید رضوی، یه کار فقط ریتمیک، صرفاً ریتمیک. یه چیزی که باید بگم بهتون اینه که بارا گفتم کارهای مسعود جهانی چیز خاصی نداره، دلیلش همینه. الان ما توی همین چند تا کاری که بررسی کردیم فکر کنم 4 تا از کارها رو مسعود جهانی. آخه توی یک ماه شما چند تا کار میزنی؟ چجوریه شما شب میخوابی صبح 3 تا تنظیم میدی بیرون؟ آقا نکن، یه مقدار بیشتر وقت بذار. مسعود جهانی عزیز، شما که اینقدر بازار داری و اینقدر شنیده میشی، یک مقدار بیشتر تلاش بکن برای کاری که داری انجام میدی. همینو میخواستیم. حالا ضربان قلب رفت بالا، ستاره میشی تو شبام، میزنی یه چشمک برام. این متن رو سر تا تهش رو اگر اولش رو بذاری آخر، آخرش رو بذاری وسط، وسطش رو بذاری اول، هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه. مثال: از بقیه سوایی تو بی نقصی، خدایی عجب حجب و حیایی، تو طلایی تو طلایی، اسم تو طلا، نمیدونم چه قشنگ سری تو سرا، خوب میدی قلبمو جلا. هیچ داستانی نیست توی این قضیه، یک سری کلماتن کنار همدیگه چیده شدن بدون هیچ هدفی. فقط هدف اون تنظیمه است که مردم رو برقصونه. همین مردم که منظور مخاطبه، مخاطب رو برقصونه. بریم آخرین کاری که بررسی میکنیم، شاید گل محمد علیزاده باشه، همسفر آصف آریا رو با هم دیگه گوش بکنیم ببینیم چی داره. همسفر آصف آریا، فقط همون کار هیسه که فقط کلام تغییر کرده. پا گرفتی توی قلبم، کم نذاشتی تو رفاقت، دلت از من که بگیره میارم گل در خونت. کار کیه؟ گل میخواد موزیک لیریک، آصف آریا، سهراب پاکزاد، بهنام محمدی. تو 3 نفری نشستن گفتن چی بنویسیم. آقا نکنید لطفاً، برید هزینه بکنید، ترانه خوب بگیرید، اجرا بکنید. آصف جان آریا، شما کار هیست خوب بود و این ملودی هم دقیقا همون ملودی هیسه. لطفاً یک مقدار بیشتر تلاش بیشتر باعث میشه که تغییرات مثبت ایجاد بکنی. این همون ملودی هیسه. من ترجیح همینه که همون هیس رو گوش بدم، چون هیس کاره قشنگی بود. محمد علیزاده، گل به عنوان آخرین کار. ببینیم این کار رو میتونم بپسندم یا نه. دقل 3 تا کار بپسندیم توی این همه کار. آخر البته ماه بود. اوه ولمون کنید، به قرآن مسخرمون کردید. یعنی چی؟ کار کیه این؟ دنیا کندوری، دنیا کندوری. چند سالته که آدمو آروم میکنی، حال دلو خوب میکنی، روی چشام زوم میکنی؟ باید چند سالش باشه؟ آقا چه سوال مسخره ایه، چه دغدغه چرتیه محمد علیزاده. ای بابا، چند سالته که آدمو آروم میکنی، حال دلو خوب میکنی، روی چشام زوم میکنی؟ مثلا چه رنج سنی داره کسی که آدمو آروم میکنه؟ نمیدونم.
چند ساعته که خیلی اومدی به چشم، دیگه چجور عشقی بشم هر چی بگی روی چشم. تو رو جدا کردم از یه عالمه گل، چی شد یه شب دلت مال من شد؟ یه کلمه بگو عاشقمی خوب، بگو عاشقمی خوب. افتضاحه، این کار هم افتضاحه، از سمتش نمیرم. کافیه تا اینجا، بعدن بذاریم یه چند وقت دیگه کارهای جدید که اومد بعد میریم راجع به اونم صحبت میکنیم. تا اینجا لطفاً برای ما بنویسید نظر شما چی بود. من توی این چند تا کاری که راجع بهشون صحبت کردم فقط از ماه اما خوشم اومد و از مسیح و آرش شاخ نبات و ستین شب بخیر. بقیه کارها نه توی سلیقه‌ام بودن و از دیدگاه من کارهای سالمی نبودن. دمتون گرم که تا اینجا همراهمون بودین. اگر تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنین و نظراتتون رو توی بخش کامنت ها حتما برامون بنویسید. تا یه قسمت دیگه در رسانه موزیکلند، خیلی چاکریم، خدا نگهدار.